با درود به بینندگان برنامه مانگا و آهورا. همچنان که بارها در این برنامه ها گفته ایم، باز ثانیان بر این باور بودند که خورشید یک گاو نر است و همه چیز را می داند، و همچنین بر این باور بودند که ماه یک ماده گاو است و او هم دانه است، و از سوی دیگر باستانیان به این نیاز داشتند که بدانند فصلهای سال کی فرا می رسند، و تنها چیزی که از روی آن می توانستند بفهمند که فصلهای سال کی فرا می رسند گردشهای ماه بوده است. از همین روی به شمارش دگردیسی های ماه در یک گردش و شمارش گردش های ماه در یک سال می پردازن که بدانن مثلا از این فصل بهار تا فصل بهار آینده ماه چند گردش انجام می دهد، و بدین گونه گاه شماری پدید می آید. پس این گاه شماری از همان آغاز بوده، ولی تاریخ نویسان می گویند که گاه شماری را بابلیان اختراع کردند، در حالی که گاه شماری زمانی پدید آمده است که جایی به نام بابل اصلا نبوده است. و گاه شماری نیز یعنی شمارش روزهای سال، به جز این هیچ معنی دیگری نمی دهد. اما در گذار زمان رفته رفته نگه داشتن حساب گردش های ماه و حساب دگردیسی های ماه در یک گردش کار یک نفر می شود. در میان هر ایلی و یا در میان هر گروهی یک نفر حساب گردش های ماه در سال و حساب دگردیسی های ماه در یک گردش را به دست می گیرد. البته اینطوری نبوده که یک نفر رو برگزینند، انتخاب کنند که اون یک نفر این کار رو انجام بده. این پدیده به طور خود به خودی به وجود آمده است، و در میان ایلها برخی ها زودتر برخی ها دیرتر به این رسیدند، ولی به هر حال در یک دوره زمانی در میان ایلهای گوناگون افرادی پیدا می شوند که حساب گردش های ماه را نگاه می دارند، و در آغاز هم در ذهن خودشون بوده، و از این به بعد دیگه اعضای گروه کاری به گردش ماه ندارن، و اگر میخواستن چیزی را بدانن از همین یک نفر میپرسیدن، و به این یک نفر میگفتن کالنگ دارا. کا یعنی گاو، که منظور ماه بوده است، که باستانیان ماه را یک مادگاو می دانستن، بر این باور بودن که ماه یک مادگاو است. لنگ هم یعنی قدم زدن، رفتن، گام برداشتن، یا به زبان ساده امروزی اگه بخوایم معنی کنیم یعنی گردش کردن. کالنگ یعنی گردش گاو. گاو هم چی بوده است؟ ماه. کالنگ داره یعنی دارنده گردش ماه، گردش گاو. این داره همون معنی را می دهد که امروزه مثلا در واژه هایی همچون پرچمدار به کار می بریم. پرچمدار یعنی دارنده پرچم، یا مثلا می گوییم کتابدار یعنی دارنده کتاب. کالنگدار هم همین معنی را می دهد، یعنی دارنده گردش گاو. و اگر گاو را به همان ماه معنی کنیم، امروزه دارنده گردش ماه. در گذار زمان کالنگدار کوتاه می شود و می شود کلندر. البته واژگان کالنگدار با گویش های گوناگونی بیان می شده است، ولی در اینجا ما از آن گویشی سخن خواهیم گفت که در پیوند با برنامه و گفتار ماست. پس کالنگدار در گذار زمان کوتاه میشه، میشه کلندر. واژه کلندر در فرهنگ های فارسی هستش. در فرهنگ های فارسی واژه کلندر را بدین گونه معنی کردن که یعنی چوب نتراشیده، و همچنین یعنی کسی که از دنیا دست کشیده و بریده و راه و روش درویشی را در پیش گرفته است.
واژه کلندر با گویش های گوناگونی بیان می شده است. یکی از آنها کلندر است. در فرهنگ های فارسی این واژه کلندر هم آمده است و به همان معنی به کار بردن که برای کلندر به کار بردن و گفتن که کلندر معرب شده کلندر است. یعنی اینکه عربا اومدن به ایران یورش آوردن و کلندر را کلندر کرده اند، در حالی که واژه کلندر در زبان عربی اصلا نیست و همچنین واژه کاف در زبان عربی هستش. حالا اگر نمی بود باز یه چیزی، ولی واژه کاف در زبان عربی هستش. پس چه نیازی بوده که این عرب ها بیان و این کلندر را کلندر بکنن؟ چه سودی از این بردن؟ این فرهنگ نویسان، این تاریخ نویسان برای خودشون داستان درست کردن. در برنامه های پیشین بارها ما واژه های ایران نشان داده ایم و گفته ایم که واژه های قاف، ح، جیمی و این واژه های مشترکن، مثل همه واژه های دیگه، مثل الف، ب، ت، دال، ر، لام، میم، اینها هم واژه های مشترکن. ولی تاریخ نویسان و دانشمندان زبانشناس، آنهایی که خود را دانشمندان زبانشناس میدانند، فکر میکنند که واژه قاف تنها عرب ها به کار میبرند، دیگه هیچ جای دیگری به کار نمیبره، در ایران اصلا به کار برده نمیشه، در حالی که اینها واژه های مشترکن. و این کلندر در واقع گویشی است از کلندر. اما چرا در فرهنگ های فارسی واژه کلندر را به معنی کسی که از دنیا دست کشیده و بریده و راه و روش درویشی را در پیش گرفته است معنی کردن؟ زیرا این واژه، این معنی را از شعرهای حافظ و سعدی و نظامی و این شاعران قدیمی برداشت کردن. حافظ و سعدی و شاعرهای دیگه این واژه کلندر را بدین معنی در شعرهای خود، یعنی بدین معنی کنایه‌ای، به طور مستقیم کلندر را که معنی نکردن، فرهنگ نویس نبودن، ولی به طور غیر مستقیم این واژه کلندر را به معنی کسی که مثلا شبها دورگرده و از این جور چیزا معنی کردن. ولی خب این فرهنگ نویسان و این تاریخ نویسان به این مسئله ساده توجه نکردن که حافظ و سعدی و دیگر شاعران شاعر بوده اند، نه پژوهشگر، نه زبانشناس، و این واژه ها را به همان معنی به کار بردن که در زمان خود و پیش از خود در میان مردم این معنی بوده است. مردم که دیگه نمیدونستن و کلندر چه معنی میدهد، واژه بوده ولی خب نمیدونستن که کلندر چه معنی میدهد، در نتیجه فکر کردن که کلندر بایستی یه نفر باشه که شبها میگرده، در حالی که کلندر هزاران سال پیش بوده و اصلا در آن زمانها کسی نبوده که، شهری نبوده، روستایی نبوده که یه نفر شبها در روستا و شهر گردش کنه رو به مسلک درویشی. پس این شاعران این واژه ها را به همان معنی به کار بردن که در میان مردم در زمان خودشون و پیش از خودشون بوده. کلندر نام چند روستا هست در ایران. یکی از روستاهای نزدیک شهرستان سقز کلندر نام دارد. در نزدیکی خرم آباد هم یه روستا هست کلندر نام دارد. چرا نام این روستاها را کلندر گذاشتن؟ این روستاها مکان زندگی بودن صدها سال پیش از، به قول تاریخ نویسان، یورش اعراب به ایران، و نام این مکان زندگی را کلندر گذاشتن، زیرا کلندر براشون مهم بوده، کسی که گردش های ماه را در نگه می داشته، حساب گردش های ماه را نگه می داشته براشون مهم بوده، در نتیجه نام مکان زندگی خود را کلندر گذاشتن. در نزدیکی هرشین روستایی هست
بهش میگویند کلندر. کلندر همون کلندره، تنها یه ذره گویشه فرق میکنه. در زبان هندی به کلندر میگویند کلندر، یعنی این واژه که کاف را با صدای زیر بیان میکنن. اما در زبان اردو همین واژه که کاف را با صدای زیر بیان میکنن ولی با فشار بیشتری، و چون با فشار بیشتری بیان میکنن همین کلندر را کیلندر میخوانن. همچنان که میبینید این گویش ها هستن که این رازها را پدید آوردن. یا مثلا روستایی هست در نزدیکی نیشابور، به این روستا میگویند کلیدر، که محمود دولت آبادی هم یک داستان طولانی درباره خانواده از این روستای کلیدر نوشته است. این روستا کرد نشینن. این کلیدر در واقع کوتاه شده همین کالنگدار است، ولی برخی از گویش ها به جای لنگ، یعنی به جای اینکه لامو با صدای زبر بیان کنن با صدای زیر بیان کردن، لنگ لنگ. و برخی از گویش ها همین صدای زیر بیان کردن و مثل همین با فشار بیشتری بیان کردن، کالینگ. کالینگ در گذار زمان کوتاه شده کلیدر، که آن را امروز کلیدر می خوانند. بدین گونه واژه ها در گذار زمان دگرگون می شوند. واژه ها بدین گونه پدید آمدند. این واژه ها که از آسمان فرو نریختند، در گذار زمان واژه ها شکل می گیرند و در آغاز بدین گونه نبوده است. کلندر بدین گونه نبوده است، در آغاز کالنگدار بوده است. همچنان که بارها و بارها در برنامه های پیش ما واژه های اینچنینی را نشان دادیم. و همچنین در زبان انگلیسی همین کلندر را کلندر بدین گونه می نویسن و کلندر می خونن. در بیشتر زبان های اروپایی کلندر می گوین. حالا یه خورده زیر و بم فرق می کنه، یه خورده آهنگ صدا فرق می کنه. برخی ها می گوین کالندر، برخی ها می گوین کالندر، برخی ها می گوین کالندری، و یه خورده صدا فرق می کنه. ولی خب همش یکیست، که در زبان انگلیسی کلندر را به معنی تقویم به کار می برن. واژه تقویم در فرهنگ های فارسی آمده است، همان تقویمی که خودمون امروزه به کار می بریم. و برای این واژه معنی کردن و نوشتن که تقویم یعنی راست کردن. حالا چرا این واژه رو بدین گونه معنی کردن؟ زیرا تقویم معنی راست کردن را اصلا نمیدهد، و همه فکر میکنن که تقویم یک واژه عربی است. خب اونها تقویم را هم به کار میبرن و آهنگ صدا و نوشتن بیشتر شبیه اینه که این واژه عربی است، در حالی که واژه تقویم عربی نیست. درسته که خود عرب ها تقویم را به همان معنی که ما به کار میبریم آنها هم به کار میبرن، ولی خب از لحاظ زبانشناسی خود عربا نمیدانن، نه تنها خود عربا، هیچ کسی دیگری نمیداند که تقویم چه معنی میدهد. هرچند که یه معنی ساختگی براش درست کردن که درست نیست. اینها معنی تقویم را نمیدانند، زیرا تقویم در اصل تقیوم است که در کردی به کار برده می شود. تقیوم در کردی معنی میده ولی تقویم معنی نمیدهد. چرا؟ زیرا واژه‌های واو و یه پس و پیش شدن، تقیوم شده تقویم. همچنان که در برنامه های پیشین نشان دادیم، واژه هایی هستن که واژه های درون اینها پس و پیش می شوند. برای نمونه در زبان کردی به یونان یونان می گویند، وینان هم می گویند.
همچنان که میبینید واژه های واو و یه پس و پیش شدند، ولی واژه اصلی که معنی بدهد وینان است نه یونان. ولی خب میبینیم که واژه یونان بیشتر جای گرفته است. یا مثلا در زبان کردی به درویش درویش میگویند، دورش هم میگویند. همچنان که میبینید واژه های واو و ر پس و پیش شدند، ولی واژه اصلی درویش است یا درویش است. و یا در کرانه کناره، همچنان که میبینید واژه های ر و نون پس و پیش شدند، کناره شده کرانه. اینها گویش ها هستند. برخی از گویش ها کناره رو کرانه خواندن، ولی همچنان که گفتم این گویش ها در هم آمیخته شدن و موندن. واژه اصلی کناره است. کناره معنی میدهد، ولی کرانه معنی نمیدهد. پس بدین گونه واژه ها در گذار زمان معنی های گوناگونی به خودشون میگیرن. درباره واژه تقویم هم بدین گونه. تقویم در اصل واژه اصلی تقیوم است نه تقویم. حالا من نمیخوام درباره واژه تقویم سخن بگویم، زیرا نمیخوام گفتار به درازا بکشد. در برنامه های آینده از آن سخن خواهیم گفت. پس باستانیان به کسی که گردش های ماه را نگاه می داشته، یعنی حفظ می کرده، ما چند تا دگردیسی ازش گذاشته، اینها رو حفظ می کرده، در آغاز در ذهن خودش نگاه می داشته. ولی خب به اینها می گفتند کالندر، که سپس کوتاه شده شده کلندر، قلندر و گویش های دیگر. اما در گذار زمان رفته رفته همین کلندر و یا کلندر می شود آخوند. آخوند از قلندر می آید. قلندر تبدیل می شود به آخوند. قلندر تبدیل می شود به آخوند. کسی که حساب گردش های ماه را در ذهن خودش نگه می داشته و به همه می گفته که چند ماه از سال گذشته یا چند ماه چند شب از ماه گذشته، بهش می گفتن کلندر. این کلندر در گذار زمان رفته رفته میشه آخوند، که در برنامه آینده به ادامه گفتار خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده شاد زی، شادکام باشی.